سلام، زنبق هستم. میخوام درس طرح ملودیک 4 از کتاب لویولون 1 را اجرا کنم. توی این درس کاربرد وضعیت A و B رو داریم. وضعیت A یعنی که انگشت 1 و 2 1 پرده فاصله داشت، مثل دو دیز و فا دیز. کاربرد وضعیت B هم به این شکل بود که دو به کار و فا به کار رو یاد گرفتیم که انگشت 1 و 2 حالا دیگه نیم پرده با هم فاصله دارن، بر همین به هم میچسبن. ماماس کنار انگشت اول رد میشه و میاد پایین. و همینطور توی این درس، اول درس میبینیم که تمپو رو نوشته که باید سیاه همون مساوی 108 باشه، که خب من همیشه پیشنهاد میکنم اولش با یه تمپوی پایین تر شروع کنین، بعد کم کم 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا بیارید بالا. و هیچ علامت دیز یا بمولی سر کلید نمیبینیم، پس یعنی باید تمام نوت ها بکار باشن مثل وضعیت A. اما خب یه جاهای کنار نوت ما تغییر داریم، یعنی علامت دیز رو میبینیم کنار تمام دوهای خط دوم و سوم و همینطور چهارم. دو دیز باید اجرا بشه و چون که گفته بود همه نوتا بکار، پس فا هم باید بکار باشه. یعنی ما دو رو روی سیم لا به شکل یک پرده فاصله میذاریم و رو سیم ر با نیم پرده فاصله نگهشون میداریم چون فا بکار هنوز. اما یه جا تو خط چهارم فا دیز میشه یه لحظه و دوباره برای اینکه یادآوری کنه کنارش علامت بکار میذاریم میزنه بعد و میگه که فا به کار باشه. نکته دیگه این درس هم اینه که بعد از اینکه ما سکوت سیاه میبینیم، یعنی تو خط اول انتهای خط یه سکوت سیاه هست که این بعدش آرشه راست گذاشته شده توی درس. این به این معنیه که شما اون نوت قبل از سکوت رو داشتی آرشه راست میزدی و اگر دوباره بخوای بری نوت بعد از سکوت باید اون رو هم آرشه راست بزنی. پس دوبار باید دستت که یه دور نوت راست رو زده بود برداشته شه و دوباره از اول از پایین آرشه تا بالای آرشه اجرا بشه، چون که دوتا راست پشت سر همه. حالا این وسط سکوت هم داریم، چه بهتر میتونیم که اینو انجام بدیم. ولی خب خیلی خوبه که تمرین کنیم سریع تر باشه این حرکت و وقتی میذاریم روسیم تتق نکنه، پرتاب نشه، خیلی به موقع تمیز بیاد. این اتفاق بازم میافته توی این درس. و دیگه انواع آرشه ها رو دوتا دوتا، این که حالا آرشه های سیاه جدا 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 رو داریم و همینطور سیاه و دوتا چنگ با هم توی آرشه رو داریم که خب باید مدیریت بکنیم و توی دلمون بشمریم چقدر خوب میشه که حتما همیشه تمرینامون با مترونوم باشه. و مترونوم هم میتونید توی موبایل ها دانلود کنید، دستگاش هم هست، میتونید از مغازه‌های مخصوص موسیقی بگیرید، ولی خب میتونید خیلی راحت دانلود کنید مثل تیونر. و الان من اینجا یه دونه مترونوم دارم که آوردمش توی قسمت مترونوم، عدد 60 رو داره نشون میده، یعنی میگه هر سیاه یا هر ضرب من یه دونه سرعت 60 رو باید براش در نظر بگیری، یعنی 1 و 2 و ببینید به این اندازه که مثل ثانیه ها 60 ثانیه داریم، مثل ثانیه هاست. و حالا میتونم عددش رو بیشتر کنم. حالا مثلا من این درس رو قرار با 108 بزنم، با این سرعت میشه چه 1 و 2 و 3 و 4 و ره می فا سولا، ره می فا سولا لا می لا سول فا می ره لا سول فا می ره می سکوت دی 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 دی. حالا من با این میخوام تمرین رو شروع کنم. گفتم یه چند تا بیاریم پایین تر اجرا کنین، حالا من با همین سرعت اجراش میکنم. اما خب برای اینکه ببینید مثلا تفاوت تمرینه با سرعت پایین تر چیه، اینه که الان خب مثلا با سرعت 80 میشه ره می فا سولا، ره می فا سولا لا می لا سول فا می ره لا سول فا می ره می سکوت و ادامه. حالا اینجا میتونید شما مثلا از 80 شروع کنید و 5 تا 5 تا بیاییم بالاتر و برسیم به سرعت خواسته شده. انگشتامون به حالت وضعیت A آماده میشه، یعنی 1 و 2 چسبیده به هم و بعدش آرشه رو میذاریم روی سیم، دوتا دوتا چنگا با همن،
دی با با را دا را دا 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 را دا را دا 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 را دا را راست سکوت لا سی دو ره می لا سی دو ره می می سی و به همین شکل آرشه ها راست و چپش مشخصه دیگه. شما اگر اولین آرشه راست در نظر بگیریم بقیهش به ترتیب معلومه، جایی هم که خواسته راست باشه خودش گذاشته. حالا میریم برای اجرا. دو سه چار.